چرا ارگ ریاست جمهوری خبر توافق 50-50 را رد می کند؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک از ویدیوهای کانال دیلیبر است. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. با نقل از گزارش نامه افغانستان، چرا ریاست جمهوری خبر توافق 50-50 را رد می کند؟ منابع نزدیک به اشرف غنی احمدزی در تماس با مطبوعات داخلی و بین المللی تقسیم مسایان کابینه و پست های کلیدی با تیم دکتر عبدالله عبدالله را رد. علتش روشن و قابل درک است. توافق هرچه و در هر سطحی که باشد شکلی و غیر حقیقی است. در عمل صلاحیت امور اصلا تقسیم ناشدنی است. قوای اجرایی هر دو 50% هیچ گاه تقسیم نمی شود. اشرف غنی احمدزی این خصیصه خود را اثبات کرده و باز هم اثبات خواهد کرد. کما فی السابق همه چیز به حال خود ادامه می‌یابد. این حال صلاحیت های شورای عالی صلح محور اختلاف غنی و عبدالله. رهبر تیم ثبات به همگرای اعلام کرد که اشرف غنی احمدزی هیچ صلاحیتی در امور صلح ندارد و تمام تصمیم ها در این باره توسط شورای مصالحه اتخاذ می شود. با گزارش اسپوتنیک، در حالی که ارگ ریاست جمهوری و سپهدار هنوز در مذاکرات به نتیجه نهایی دست نیافته اند، اما منابع داخل در این گفتگوها می گویند که بحث ها میان دو طرف در حال حاضر روی مکانیزم اجرایی صلاحیت شورای عالی مصالحه متمرکز است و احتمال می رود که این توافق در جریان هفته روان نهایی شود. در حالی که گفتگوها بین تیم ثبات و همگرایی و دولت‌ساز برای تقسیم قدرت در افغانستان ادامه دارد، دکتر عبدالله عبدالله در توییتر نوشته است اشرف غنی احمدزی در امور صلح سلب صلاحیت شده است. بیانیه می افزاید در توافقنامه سیاسی سپهدار و ارگ ریاست جمهوری توافق شده تا تصمیم های مربوط به صلح در شورای مصالحه اتخاذ شود و نیازی به تایید ریاست جمهوری ندارد. دکتر عبدالله عبدالله ادامه داد این تصمیم برای نگرانی متحدان بین المللی افغانستان برای تخریب صلح توسط اشرف غنی احمدزی در این توافقنامه درج شده است. رهبری تیم ثبات و همگرایی همچنین اظهار داشت هیچ کس در افغانستان بدون ما نمیتواند حکومت کند. با این حال ما در پی انحصار قدرت نیستیم. به غیر از متمرکز شدن نظام نزدیک شده ایم تا این خواست جمعی را به کرسی بنشانیم. بر اساس گزارش ها گفتگوهای درباره چگونگی تقسیم وزارتخانه ها، ادارات و سفارتخانه ها جریان دارد و در حال حاضر دو طرف بر روی پست های وزارتخانه های امور خارجه، دارایی و داستانی کلچانازنی می کنند، اما مذاکرات پیشرفت های داشته و گفتگوهای دو طرف تا کنون با چالش مواجه نشده است. شماری از اعضای گروه میانجی نیز تطرح می کنند که اگر مذاکرات این گونه ادامه یابد، دو طرف در روزهای آینده به توافق نهایی دست می یابند. در عین حال بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوکش می نویسد دیدار امشب مذاکرات میان ارگ ریاست جمهوری و سپهدار به تعویق افتاده است. در عین حال سفیر اتحادیه اروپا غنی و عبدالله به توافق نزدیک شده اند. پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در کابل می گوید که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله به یک توافق سیاسی نزدیک شده اند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز سفیر اتحادیه اروپا تاکید می‌ورزد که رسیدن به یک توافق سیاسی میان رهبران افغان برای حل چالش های موجود در این کشور یک نیاز جدی است. ما شنیده ایم که گفتگوها میان دو طرف به یک نتیجه مثبت بسیار نزدیک هستند. مالکیت این نتیجه را افغانان خواهد داشت به مداخله جامعه جهانی. تأکید ما بر زمان آن است. ما همواره گفته ایم که پیش از این زمان وجود ندارد، زیرا مردم با مشکل روبرو هستند.
در همین حال منابع نزدیک به دکتر عبدالله عبدالله میگویند که توافق سیاسی میان ارگ ریاست جمهوری و سپیدار با مشارکت 50% در حکومت نهایی شده است و تیم های فنی دو طرف کار روی زمان امضای آن که ممکن روز دوشنبه باشد را آغاز کرده اند. اما امید میثم سخنگوی عبدالله عبدالله میگوید که هنوز هم گفتگوها در این باره ادامه دارند. مذاکرات و گفتگوها در راستای ختم بحران و ایجاد حکومت توافقی و همشمول جریان دارد و این مذاکرات در روزهای اخیر پیشرفت‌های خوبی هم داشته است. تلاش‌ها برای نهایی کردن توافق تا روزهای آینده کماکان ادامه می‌یابند. ارگ ریاست جمهوری نیز برای رسیدن به یک توافق سیاسی خوشبین است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت پیشرفت هایی نیز صورت گرفت وانه که نهایی شدند حکومت موقف و جزئیات را با مردم شریک خواهد ساخت. منابع میگویند که بر بنیاد این توافق سیاسی در کنار واگذاری رهبری روان و شورای عالی مصالحه به عبدالله عبدالله صلاحیت 12 وزارت انتصاب شماری از سناتوران و برخی از سفیران نیز به عبدالله سپرده اند. همزمان با خوشبینی ها از پایان تنش ها میان ارگ و سپیدار شهروندان کشور انتظار دارند تا رهبران حکومت پس از رسیدن به توافق احتمالی برای رسیدن به صلح در کشور کار کنند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما چینل رو ما را سابسکرایب نمایید تا ویدیوهای دیگر. خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدار.